بیشتر صحبت کنیم در این باره با مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی که از بن آلمان با ما هستند. صالح العاروری، آقای مهدوی آزاد، یک رابطه کلیدی میان حماس و جمهوری اسلامی بوده، حالا کشته شدنش خب واکنش خیلی زیادی داشته در سطح منطقه. ضمن اینکه نگاه میکنیم به پیامدهای این حمله منتسب به اسرائیل، آیا فکر میکنید که این مقدمه ای هست برای کشتن دیگر رهبران حماس در نقاط مختلف جهان؟ و ببینید این جست که در واقع این آرایش تهاجمی اسرائیل در واقع پیام خیلی بزرگ داره، هم برای ایران هم برای آنچه که محور مقاومت نامیده میشه، که اون پیام اینه که اسرائیل به هر حال مرعوب تهدیدات، مرعوب فشارها، عملیات روانی یا رجزخوانی های گروه مقاومت نمیشه و اگر قرار هستش که جنگی شروع بکنن خب اسرائیل آماده جنگیدن هست. این پیام از یک طرف بسیار خطرناکه به این خاطر که سطح تنش رو در منطقه میتونه بالا ببره، این انبار باروت رو هر لحظه به منفجر شدن نزدیکتر کنه، از یک طرف هم میتونه معادلات رو عوض بکنه. همین چند ساعت پیش سپاه پاسداران یه بیانیه عجیبی داده، توی اون بیانیه دوباره عبارت صبر راهبردی رو تکرار کردن و گفتن صبر راهبردی حزب الله لبنان و مقاومت از مدار عقلانیت و نگاه به الزامات خارج نخواهد شد. ببین این یعنی تمام رجزهایی که حسین امیرعبداللهیان تالا خونده، تمام تهدیداتش، تمام هشدارها و رجزهای سید حسن نصرالله، خط قرمزی که روشن کرده، در واقع هیچ بوده، یک قدم دارن عقب میرن، در واقع یک نرمش قهرمانانه است. این دوباره یک تاثیر بزرگتر خواهد داشت و اونم شکاف‌های داخلی به اصطلاح محور مقاومت رو فعال خواهد کرد. به هر حال گروه‌های منتسب به ایران اصولا دو جناح دارن، یک جناح تندروشون، جناح تندترشون این روزها از خود هفته اکتبر تو اینور در واقع بدون اینکه شاید خیلی علنی بشه منتقد سیاست جمهوری اسلامی ان، منتقد حزب الله ان، میگن جمهوری اسلامی که میگه شعبت شهادت میخوان، حزب الله باید وارد جنگ میشدن، چی شد یه رفتن عقب؟ نمیشه که شما 40 ساله شعار بدید تا لحظه جنگ میشه عقب نشینی کنید. میخوام بگم یه مجموعه پیچیده ای از در واقع تغییر تحولات ایجاد میکنه. از یک طرف به مانع از این میشه که اسرائیل در لاک دفاعی فرو بره و اون روایت تهاجمی حزب الله لبنان و غیره بتونه حاکم بشه بر جهان عرب، و از طرف دیگه شکاف های داخلی گروه های مقاومت رو تشدید میکنه. این بالقوه درست هست که گروه های در واقع تندتر رو تقویت میکنه، خطر جنگ، خطر درگیر رو بیشتر میکنه، اما در نهایت نتیجه نهایی این معادله من بیشتر فکر میکنم که به نفع اسرائیل هست. بیشتر فکر میکنم که هم از نظر افکار عمومی، هم از نظر تبلیغاتی، هم از نظر روحیه جناح مقاومت و حزب الله لبنان رو تضعیف خواهد کرد. مهدی مهدوی‌آزاد، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی که از بن آلمان با ما بودید، خیلی ممنونم از توضیحاتتون.